سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. برنامه ویژه این هفته ما به امیر نادری از فیلمسازهای مهم و تاثیرگذار موج نوع سینمای ایران اختصاص داره. امیر نادری که خیلی ها او رو با فیلم دونده به خاطر دارن، در پایان دهه 60 شمسی از ایران مهاجرت کرد تا جستجوی خودش در عالم سینما رو در نقاط دیگه دنیا ادامه بده. او در این سالها در ایالات متحده، ژاپن و ایتالیا فیلم ساخته. بهاری که گذشت، مرکز جورج پومپیدوی شهر پاریس مجموعه از آثار او را با حضور خود کارگردان نمایش داد. این نمایش فرصتی فراهم کرد تا زهرا امیر ابراهیمی برای برنامه تماشا با امیر نادری درباره کارنامه مفصل کاریش گفتگو بکنه. من هیچ چیز غیر از سینما یادم نمیاد از بچگی، مثل اون بچه امیرو در دونده. من خیلی زود تو سینما زندگی کردم، فیلم دیدم، تو خود سینما تخمه فروختم، نمیدونم پپسی فروختم، سینارکو فروختم، فیلم میدیدم و فیلم میدیدم. خیلی زود از شهرم زدم بیرون، کنم 11-12 سالم بود. اومدم تهران، یه برادر داشتم اونجا بود، وضعشم خوب نبود زیاد، اونجا موندم و از فردا شروع کردم رفتم دنبال استودیوها و بتونم کار بگیرم. خیلی زود میدونستم که سینمایی که اونجا هست یا در ایران بود اون موقع در کشور ما، میدونستم که یک سینمای همچی بوداریه، درست نیست. و چرا؟ چون که من حتی با سن کم فیلم های خیلی خوب در آبادان می دیدم، فیلم های با زمان اصلی می دیدم. در سینمای تاج، شیرین، خورشید، متروپول، ایران بیشتر وقتا فیلم های با زبان اصلی نشون می دادن برای خارجی هایی که اونجا بودن. و چون که شهر من نصفش آب و کشتیه و زندگی مدرنه، نصفش از این ور زندگی ترادیشن آبادانیست. بسرم ایرو من بیشتر تمایلم به این ور بود، تمایلم بیشتر به طرف چیز فرنگیش بود. ناخودآگاه اینطور بودم، چون که هرچی که این ور میدیدم سرعت توش بود، هرچی این ور میدیدم رنگ صحیح توش بود. من اصولا از کشتی و آب و تیاره و قطار و ماشین و دوچرخه و هرچی که سرعت داشته باشه رو بری جلو بره خوشم میاد و همیشه دنبال اونا بودم. تهران که اومدم، وقتی که بالاخره تونستم یک کارایی بگیرم توی سینما و اینا، فقط میخواستم جا باز کنم. فقط. خیلی زود تونستم کار عکاسی بگیرم. تو فیلمایی هم که کار میکردم، عکاس بودم، آسیستان بودم. خیلی زود من راهمو سوا کردم بدون اینکه زیاد راجبش صحبت کنم. و دوستیم با علی آتمی هم خیلی برام مهم بود، فقط به خاطر اینکه ایشون دقیقا یک آدم سنتی و ترادیشن بود و من کاملا یک آدم اینور بودم و این کنتراست ما باعث میشد که ما با هم خیلی چیز باشیم، دوست باشیم. غیر از اون یکی دو نفر دیگه که رو زندگی من تاثیر گذاشتن در خیلی خیلی نوجوانی، یکی آقای کامران شیردل بود.
کامران شیدر از اروپا آمده بود، زبون میدونست و ایتالیایی آره بدرشی صحبت میکرد فلان، خیلی خوب، بچه خوشتیپی هم بود، خیلی آدم ماهی بود. از اون من خیلی چیز یاد گرفتم. اون میخواست که من تجربیات کوچه ایم رو بهش بگم، من میخواستم تجربیات خوندنی از اون بگیرم و این بدبستونم خیلی خیلی عمل کرد. یواش ده راست نگردار دستتو آقا دوماد. خب چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه، اثرم هم زیاده. آره میدونم. ایشالله مبارکه. قربون تو، مرسی. ببخشین قربون، از این نگه این دیگه پای شمایی فیلم خدافظ رفیق. من شاگرد عکاس بودم در عکاسی فوکس در چهارراه امیراکرم. شاگرد عکاس بودم، چایی میبردم با یه پسری با هم کار میکردیم به اسم علی زریندست که الان فیلم بدر خیلی مهمی باید باشه در ایران. من روزنامه میخریدم اصلا برای گوساهای توی مغازمون. یک بار یه عکسی دیدم که نوشته بود سه نفر رفتن در هتل پالاس سر چهارراه استانبول، سقف سوراخ کردن و رفتن اون پایین و جواهرات دزدیدن و صبح رفتن. علت این که تونستم کار بکنم با دریل و اینا چون قرار بود ژنرال دوگول فردا بیاد ایران و بیرون داشتن این با دریل و اینا اسفالت ها رو درست میکردن، یعنی از اون صدا استفاده میکردن که دریل خودشون رو کار بندازن. خیلی باهوشانه بود. اولین چیزی که منو گرفت صدا بود. او از طریق صدا میشه داستان گفت. تا کردم 5 سال نگه داشتم و بعد با همین علی دائما بهش گفتم ما باید این فیلم رو بسازیم. این فیلم خیلی سخت ساخته شد. کسی که به من کمک کرد که ساخته شه یک آدم بود به اسم احمد رضا احمدی. آقای احمدی هر جا که هستین من نوکرتم، کات هر جا شما خیلی گرده من حق دارید. احمد رضا احمدی کمک کرد که من بتونم یه خود پول گیر بیارم، آدم گیر بیارم. امرزا احمدی رفت همین زکریا هاشمی که اینجا هست اون رو برای من پیدا کرد. من خودم سعید راد پیدا کردم با علی زریندست. فیلم مدیرش هم خیلی طول کشید ولی میدونستم ما داریم یه کاری میکنیم. اینو من میدونستم با اینکه الکن بود. الکن یعنی منظورم یه روز امروز فیلم مدیر میکردی، یه روز دو هفته دیگه میکردی، صحنه‌ها به هم نمیخورد، یه جا آدم ها سیبیل داشتن، مو کوتاه بود، یه مو بلند بود، کانتونتیش غلط بود. ولی میدونستم که این دوربین من داره برای اولین بار تو این خیابونا و تو این کوچه ها و تو این شلوغی ها و تو این راهن و تو این سر چهارراه اینا داره یه چیزی رو ضبط میکنه که مربوط به زمان خودشه و به طور قطع در آینده قابل بحث خواهد بود. وقتی که فیلم اولمو ساختم دیگه میدونستم با چی کار کنم. یعنی من فارغ التحصیل شدم، کات. میدونستم اگه یه خود پول به دست بیارم و یک کامرمن و فلان فلان اینا قشنگ میدونم کجا دارم میرم. اینه که فاصله فیلم تنگنا رو اگه نگاه کنیم با خودمون خیلی زیاده. علاوه ساختار فکر میکنم خیلی منسجمتره، فکر میکنم خیلی قشنگ بافتش بیشتره و اینا. رفتم پیش آقای عباسی، علی عباسی تهیه کننده 20 تا فیلم مهم بود در ایران، حسن کچل نمیدونم، آقای عباسی
حکایتی بود در ایران. رفتم باقای عباسی گفتم من خواهم یه فیلم بسازم راجع پسری که از زندگی خودم هم میومد. من هر کاری کردم از زندگی خودم اومده. به جز تنگسیر چیزی رو من نیاوردم که بسازم. گفتم پسری هست که یه اتفاق براش میفته، احتیاج به 200 تومن پول داره. تمام روز میده به مرور که بهش پول بدن. چون زندگی گذشتش خیلی بد بوده، هیچ کی بهش نمیده. در آخرم میفته گوشه خیابون و پدرش در میاد. خودش نگاه کرد به من گفت که امیر جان، این پسر بگو بیا من 200 تومن بهش میدم. نه اون بی پول میمونه، نه من با ساختن فیلم بیچاره میشم. این هیچ خدم نمیره. ولی پول داد من ساختم. پول داد، پول محدودی داد. گفت اینقدر میدم با منم حرف نزن. بساز، به منم نشون ندیدی ندیدی. من اصلا خوشم میاد فلان فلان، میخوام ببینم تو چیکار میکنی. فیلم رو ساختم و فیلم موفق نبود. من فیلم هم بسیار موفق نبود. متاسفانه. لازگیشه. یه چیزیش همیشه با دنیای روزش نمیخوند. خب آف کورس سینمای تجارتی اون زمان یا میگفتن آبکشتی یا اسم دیروش میذاشتن. یه جوری مغز مردم رو خورده بود. در مورد تنگسیر آقای گلستان کمک کرد که من بسازم. من آقای گلستان رو قدیم میشناختم. خیلی هم دوست داشتم آقای گلستان. آقای عباسی لطف کردن که من بسازم. قبول کردن که کارگردان دیگه که دنبالش بودن نده به اونا بده به من. خب من جنوبی هم بودم. بنیش نمیام. یلا اگه از جا تکون بخوری آتشت میزنم. کسی خبر دادی اومدی اینجا؟ نه. نه درس کاریت ندارم. چرا اومدی بالا؟ کی بهت گفت ما اینجام؟ چطوری اومدی بالا؟ من نمیدونستم تو اینجایی. صدا می اومد. اومدم ببینم چه خبره. به خیالم دوز اومده. وقتی اومدم بالا دیدم تو خوی. تو خو حرف میزدی. داد فریاد. با تنگسیر دیگه دستم گرم بود. میزان سن و جمعیت و فلان و مثل بلبل کارم میکردم. خیلی هم کار مشکلی بود. 4 ماه فیلم برداری تو بوشهر. نمیدونم 300-400 تا آدم. یه چیز داستانی بود. ولی من کارمو حواسم بود. فیلم تموم شد. خیلی هم خوب بود. یک شب تو خیابونه تو خیابون لاله‌زار عرق خوردم. راه میرفتم. داد میکشتم که به خودم گفتم مرتکم. گفتم مرتکم که تو میخوای چیکار کنی؟ همون شب با خودم تصمیم گرفتم که من کاری با سینما حرفه‌ای نخواهم داشت. فردا صبح اومدم رفتم کانون. آقایی رو میشناختم که خب همه شما بهتر از من میشناسید، آقای کیارستمی. ما با هم در سال 68 فرنگی تیتراژ میساختیم. من عکس میگرفتم تیتراژ میساخت و هممون 7-8 نفر بودیم. شاگردای یه آقایی بودیم که منت بزرگی به هنر مدرن ایران داره. اسم آقای فیروز شیروانلو. آقای کیارستمی، آقای مسقالی، آقای اوجی، آقای نکزاد نجومی، خود من و 2-3 نفر دیگه ما بچه های این بودیم. قبل از کانون بود تازه. بعد کانون رو باز کرد. اون کار تبلیغاتی میکرد. به من میداد عکس بگیرم. به آقای کیارستمی میداد طراحی بکنه. به اون یکی میداد خط بنویسه. یه طوری نونی برای بچه ها درست میکرد. وقتی کانون رو باز کرد، همه ما رو جمع کرد و یک به یک به بچه ها داد فیلم بسازن. که تا الان نساخت بودن. آقای بیزایی تالا فیلم نساخته بود، امون سیبلو. آقای شیروانلو داد. آقای کیارستمی تالا فیلم نساخته بود. آقای شیروانلو داد نان و کوچه. آقای صادقی تالا فیلم نساخته بود. آقای شیروانلو داد گلباران. که نمیدونم آقای پرویز نادری تالا کارتون نساخته بود. آقای شیروانلو داد. همه رو آقای شیروانلو سینمای مدرن ایران رو پیروزی کرد. با قول داستایفسکی ما از زیر شنل آقای شیروانلو در اومدیم. اون گفت شنل گوگل. ما میگیم شنل آقای شیروانلو. یکی از غمای بزرگ زندگی من این انتظاره. کشت منو. به خاطر اینکه شب اول که نشون دادن در
فرستاد تهران، هو کردن مقدار زیادی. خیلی خیلی غمگین شدم. یه تیتری هم براش درست کردن که فیلمی است درباره بچه‌ها، نه برای بچه‌ها. فیلم رفت یه گوشه یا کسی هم ندید. بعد از انقلاب هم شنیدم چون یه خود سکشوال بوده یا هر چیزی هم. از که زیاد دوست نداشتن برای. محجور موند. دستان خودمه، برای من اتفاقه. من بچه که بودم، چون با خاله پیرم زندگی میکنم و شوهر خوارش خیلی بدجنس بود. خیلی کار میکشته از ما. براش باید آب بیاریم، باید براش یخ بیاریم، باید خالم غذا بپزه، یه هم چیز اینطوری بود. من هر روز باید میرفتم یخ میگرفتم از همسایه رو بروی. من برای اولین بار عاشق دست شدم. یه دست حنایی میامد بیرون با سه تا علنگو، من کاسم بهش میدادم، میرفت، من منتظر میشدم. وقتی میامد من اینجا دست رو بوس ماچ میکردم، بو میکردم و اون آب یخ رو خود تکون میدادم یخو، آب خنک چی میخوردم، بعد میبولم میدادم به خالم، خالم میریخت فلکس، آب یخ درست میکرد به اون مرد که میداد و بعد کاسه رو میذاشتن رو تاخچه. من حرکت آفتاب رو میدیدم هر روز که یه خود تغییر میکنه. وقتی به عزارانه خواب بودن یه خود این کاسه رو میبردم برتر که آفتاب بهش بخوره. خاله من چشش کمسو بود. اون مردی که هم چشش کمسو بود. چشون که میخورد نور بهش میفهمیدن که باید یخ من باید برم بگیرم. یعنی اگه یه روز ابری بود یخ میمالید. قاله باره یخ بسن. تا من بالاخره یه بار رفتم تو خونه و چیز عجیبی دیدم. یه خونه خیلی خالی، بهش میگویدن خونه ملک، و پر از کبوتر، یک فضای خیلی مکابر، فوق‌العاده، چیز عجیبی بود، شعر کامل بود. بعد در زیر زمین دیدم که در حالی که سقف نور میاد ازش، سه تا دختر نشستن با مادر بزرگ و مادر، اینا سینه میزنن و من کسر جلو اینا گرفتم و هیچ کدوم اینا از من نگرفتنش. نفهمیدم صاحب دست کیه. بعد ننه بزرگم زد در کونه من و منو بیرون کرد و من اومدم بیرون و فردا که بودم یخ بگیرم دست پیرزنه اومد و من دیگه اونا رو پیدا نکردم. کات. در زمان جنگ من رفتم جستجو دور بسازم آبادان. اولین کاری که کردم بعد از فیلم بعدی و فلان و تو این دود و جنگ و بمب و اینا بود، گفتم من باید خودم برسونم به اون خونه. رسوندم به خونه، درش افتاده بود دیور، ساختمان شهر. رسیدم به این اتاقایی که من دیده بودم اون موقع. حالا سه تا عکس دختر مدرسه‌ای دیدم با این لباسای مدرسه‌ای و ماهی بسته و اینا. بازم نفهمیدم صاحب اون دست کی بود. کات. یکی از میستری‌های زندگی من شد تا به امروز. انتظار خیلی برام عزیزه. یه چیزی من به شما راجع به این فستیوال بگم، راجع به این رتروسپکتیو پومپیدو. من فیلمامو که دیدم هر چقدر که شانس آوردم تا الان تکون نخورده بودم خانم. یک لحظه نبود که من اینطوری کنم. تماما همونطوری که بود ساخته شده بود که الان اگه من می ساختم. این خیلی به من چیز کرد و پیدا کردم که یه تمی من داشتم که اصلا ناخودآگاه بوده. تمام تم من همیشه جستجو بوده. هر کاراکتر من دائما دنبال یه چیزی بوده و فهمیدم اصلا مهم نبوده که در آخر بهش برسن یا نرسن. این مسیر جستجو بود که برای من مثل مهم بوده و سینمای منو به وجود می آورده. جستجوی یک و دو فیلم های خیلی مهمی هم تو زندگی من.
به موقعم اتفاق افتادن. متاسفانه من در دوران انقلاب ایران نبودم، نیویورک بودم. بعد دیدم که هی به من زنگ میزنن، نامه مینویسن، نمیدونم از این چیزا اینطوری. خیلیا که آقا پاشو بیا، ما ملت به تو احتیاج داره، فلان فلان. چه احتیاج به من دارین؟ گفتم فیلم سازنده نشون میدن تو تیوی، همه دوست دارن، همه امیرو هن، همه رو به هم وصل کرده، همه یک احساس خوبی دارن، فلان فلان نام. اوکی، من پاشتم رفتم اونجا و رفتم ایران. خیلی زود فهمیدم که یک چیزی داره میجوشه بعد از انقلاب. بعد از زورا که ساعت 4 که میشد، تیوی یک ساعتی این عکس گمشده رو نشون میداد که این بچه از خونه رفته بیرون برنگشته، روز 29 بهمن رفته نیومده، فلان فلان. اینا چی شدن اینا؟ با اینا اون صحبت کردم، کسی هم نمیدونست. رفتم تیوی و آقای نادری، سازدهنی، امیرو، براو و منو بغل کردن. گفتم اوکی، من میخوام فیلم بسازم. گفتن چی میخوای بسازی؟ گفتم من میخوام برم ببینم اینا چی شدن. با هم گروه 4-5 نفر راه افتادیم 4-5 ماه که من پیدا کنم این اجساد کجا باید افتاده باشه. میومدن، یکی برادرش مرده بود، یکی پسرش بود، یکی دخترش بود، یکی زنش بود، یکی پدرش بود. ای میومدن دسته دسته همه اینجا رو زیر رو میکردن، هیچ گم پیدا نمیکردن. این همه تعداد جوان کشته شده تو این بیزهرا، اگه همه رو میخواستن خاک کنن تمام بیزهرا پر میشد. بقیه ها چیکار کردن؟ کسونها میان اینجا با چادر مشکی عقبه فرزندشون میگردن، تقریبا 7-8 هزار تا. اینی که ما اطلاع داریم، میگفتن آقا اینجا جنازه رو نمیارن، میامده میگفتن آقا با جنازه رو گم شده، کشتن، شهید داریم، شهید کردن، اینا کجا بردن؟ در روز 5000 نفر، 4000 نفر رو بردن پیه جنازه شون گشتن نبوده. خب من شاید اجساد به طور واقعی شاید پیدا نکردم، فهمیدم کجا ریختن، ولی شهر رو پیدا کردم. دوباره همون کرمی که من داشتم برای فیلم سازی، همون چیزی که میخواستم. اصلا تمام این تهران مثل ست من بود، اصلا مثل که اصلا منتظر من بودن و من این دوربینم همینطور لاس میزد، میومد، میلیسید این شهر رو، اینجا، اونجا، اونجا، هزاران نفر تو این فیلم در یعنی در واقع یکی از عجیبترین دوران فیلم سازی من دوران ساختن سرچ بود، سرچ وان، جستجو یک. خیلیم شدیداً دنبال سینمای چیز بودم، راشن و ادیتینگ ازشتن و آف کورس کار صدا، و خیلیم تأثیر گرفته بودم از فیلم شب مه آلن رنه، اینجا تو موزه دیده بودم، همین تو پومپیده دیده بودم. یه خود شاید درست نباشه بگم، ولی همه دنبال یه چیز دیگه بودم بعد از انقلاب. من دنبال بودم فقط هیچ نظری نداشته باشم، داکومنت خودم درست کنم برای آینده. چون اینا روسلینی یاد گرفته بودم که الان دوران خرابه، الان فلانه، اینو بالاخره میسازن، تموم میشه، نسل دیگه مثلا یادش نیست. اون موقع چه اتفاقی افتاد؟ این کار هنرمنده، این کار سینماگره، این کار مؤلفه. و من سعی کردم اون فیلم بسازم. فیلم دردناکی بود. موقعیم که تمومش کردم هیچ کس دوست نداشت. لعنت به این قضیه که برای همیشه برای من اتفاق میفتاد. فیلمم که تموم میشد من دشمن پیدا میکردم. تلخه، سیاهه، چیه، بسه، مرگه، میره، بابا دوربر ماست. سینه بزرگ میم نون واف. Thank you.
من دونده رو رفتم آبادان بسازم، دیدم داره میسوزه بالاشگاه اینا تمام سیاه. من دونده رو در 11 شهر ساختم. از این همچین شهری وجود نداره. من چون ادیتور بودم، چون عاشق کلاژ بودم، چون عاشق گودار بودم، چون عاشق اون سینمای مدرن بودم، همیشه گفتم آخ جون من یه شهر درست کنم اونطوری که خودم یادم میاد از گذشته. اون شهر واقعیش میسو من همونجا میدیدم و لولای نفت شیجه گرفتم، آتیشه شهواز گرفتم، آبشو چابار گرفتم. یه شات از این بچه موهاش بلنده، یه شات از موهاش کوتاست. اصلا یه چیز عجیبیه. میدونستم ولی دارم چی کار میکنم و میدونستم میمونه. من با آسیستان محمد حسن‌زاده گفتم این فیلم تو ابد این کشور میدونه، همه رو خودش میدونه. واقعا نداره منظورتون چیه؟ بودم بعدا خواهی فهمید. میدونستم این جاش خالیه. یعنی چی جاش خالیه؟ یعنی عذر میخوام، جمله رو میخوام به کار ببرم، چرسناله نداره، میخوای برو بگیرش، that's it. اینه که در هر شرایط خودت نبازی، در هر شرایط بایستی مبارزه کنی. خیلی برای من فیلم عزیزی بود دونده و موقعی هم که میساختم دوربرم بوم بودمش ولی من داشتم کار خودم میکردم. دونده من تمام تأثیرهایی که از سینما گرفته بودم مثل کوروساوا ایزشتن و تمام فیلمسازهایی که دوست داشتم، جان فورد برای لانگشات، برای تمام اینه که دوست داشتم، همه اینا رسید توی ارکستراسیونی که من بتونم اینو کانداکت کنم. خیلی غمگین شدم موقعی که نمایش دادن. یه عده بچه های من دوست داشتن تو این زیاد کردن. یکی گفت باید کوتاه بشه، باید بشه 50 دقیقه شد. این نگرفتم قضیه رو. خدا رو شکر که من چشم بستم رفتم. خدا رو شکر. هم خودم رفتم مجید نیرومند. خیلی برخلاف این سینمای احمقانه اون موقع بود. نمیدونه چه فیلم هایی بود اون موقع. چه فیلم هایی نه من قریبه هم احمقانه و موخای تماشی رو خورده بودن و تماشی رو تو تربیت کرده بودن. قضا خوبش میده سال میگرفت. بادخواهی که فیلمی بود که من دیگه به طور کلی پخته شده بودم تو کارم، برای خودم نه برای دیگر. دیگه میدونستم دارم چی کار میکنم. رفتم تلویزیون، یه طرحی نداشتن که کم آبی در تهران هست، استخرتون رو آب نکنین، آب به باغا زیاد ندین، به باغچه ها فلان اینا صحبتیمون. من گفتم میخوام یه فیلم بسازم. گفتن چی میخوای بسازی؟ یه کاغذ مثل این برداشتم، یه خط کشتم، یک بچه هم کشیدم داره میده به تو بیابون. گفتم این فیلم منه. گفتن که خب این چی کار میکنه؟ گفتم هنوز نمیدونم. آبادخاک هر روز میدیدم، شب مینوشتم، صبح میساختم. یه بادی هست از توی چاینا شروع میشه، میاد به پاکستان و افغانستان و میاد به جنوب ایران، طرف های زابل و چابهار و اونجا، از طرف کوه بمپور. صبح عید میاد، 120 روز میمونه، غروب میره. بهش میگم باد 120 روزه، سرعتش از 15 تا 80 آدمو میندازه. من تصمیم گرفتم با اون فیلم بسازم تو این باد. بله، من هر جا مشکل است من اونجام، هر جا غیر ممکن است من اونجام، هر جا که میگن نمیشه آخ جون من اونجام، هر جا که امکان عقلی نداره من اونجام. غیر از این برام خیلی بورینگه، از این دوست ندارم. یه عد زدن روزنامه، من فلانی هم، خب کورس آقای نادری مثلا. گفتم من دارم میرم یک جایی 120 روز، شاید ما بر نگردیم. من کسایی رو احتیاج دارم، فیلم بردار، آسیستان، صدا بردار،
که زن نداشته باشن، دوست دختر نداشته باشن، بچه نداشته باشن، مادرشون هم لوسشون نکرده باشه. لوس. اینا میتونن با من بیان، مزدم نمیدم، خیلی کم. 5-6 تا آدم انتخاب کردم و رفتم. هیچ کس هم نفهم من کجا. هیچ کس. همش دنبال این بودم چجور میشه باد یه سمفونی درست کرد. حالا دنیا خوش شده بود، من دنبال چیز دیگه بودم. خیلی کار مشکلی بود. فیلم تموم شد و آف کورس تو تیوه کجا نشون بیدن اینا، این همه مرگ و فلان و حیوان و چی و فلان اینا. اصلا وای نستدم که ببینم چی میشه. اومدم بیرون. من یکی از چیزی که خیلی غمگینم میکنه اینا فکر میکنن که من از ایران رفتم که مثلا دوست نداشتم یا مثلا قهر کردم. اصلا اینا رای من کوچک میکنه، رای من کوچک میکنه و رای کسایی که میخوان رای من ادامه بدن. من همش حواسم به این بر بود، نه اینکه کسی به من بد بگه یا خوب بگه یا فیلم منو فحش بده یا فلان. نه، من هدف داشتم. هدف جاه‌طلبی، جاه‌طلبی مثبت که باید پی بدی بهش، پی با عمر، با جون، با جوانی، با عشق. من برای همین اومدم بیرون. من عاشق جاز بودم. یکی از دلایلی که من از ایران اومدم بیرون جاز. من عاشق کشورم، عاشق موسیقیشم، عاشق دید. ولی دنیای من نبود. خب هر کسی یه جور به دنیا میاد که نامردی نیست که یه کسی بگه آقا یعنی چی این همشه. This will be my first time I ever trust us. یه چیزی که ما در ایران کم داشتیم به جز فیلم های شهری، فیلم راجب زن بود. یا من ندیدم حقیقتش، یا اون موقع تا اون موقع که من بودم نبود مثلا. نه، امیدوارم کسی بهش بر نخوره. وقتی اومدم نیویورک من روم با جهان دورورم باز شد. ما در ایران که بودیم با یک رودرواسی طولانی زندگی میکردیم. خانواده، مادر، خواهر، تیز، دد، زن و برادر، زن چیزه، همین چیزه که دور برادم. وقتی اومدم من در واقع زن رو در نیویورک از طریق آرتای دیگه شناختم. این سنسیبیلیتی زن و این میستریس زن و این کمپلکس زن، تمام اینا رو از طریق آرتای دیگه شناختم و بعد شروع کردم زندگی کردن با زنهای مختلف. دوست داشتم، داشتم، نداشتم. افتادم تو یک دوره خیلی طولانی در نیویورک و تجربه خیلی زیادی به دست آوردم. و این سه دختر بود که من میشناختم. یکیش بود با برادرش رابطه داشت، یکیش بود یه سگش گم شده و بله لزمن شده بود، یکیشون بچه‌ش داشت از دست میداد، بعد میداد به فامیلش. اینا رو من میشناختم.
say anything. اون فیلم خیلی بهم چسبید دیشب، خیلی چسبید. اولا چه نیویورکی داشت، این کجای نیویورکه؟ لوری ساید. ببین تمام نیویورک کوچه‌های شماره داره، یه جاش هست که فقط آلفابته، این لوری سایده، خیابون A، خیابون B، خیابون C، خیابون D، خیابون whatever، که همون جایی که من زندگی میکردم. در واقع در 70s جای تمام این بچه آرتیستایی بود که میومدن اونجا، جاز پلیرها و موسیقیدانها و همه جور آدم. جای کسایی بود که میومدن که خودشون رو پیدا کنن. Hello, it's your mother again. Look, I realize that you get the most puzzles done in all that noise. I did too. And I know that you're going to beat your record of 77 puzzles this time. But Gretchen, maybe I know you need all that noise to concentrate, but it's just not safe for you anymore. Just think about it. ماراتون در واقع یک دختری است که سعی میکنه در عرض 24 ساعت هر سال ببینه چقدر میتونه جدول حل کنه. فقط نمیتونه خونه مثل بچه آدم بشینه حل کنه، باید در جاهای شلوغ مترو باشه. هرچی صدا بیشتر، کانسنتریت بیشتر. من در نیویورک در واقع در خیابان، در مترو و در بار بزرگ شدم. من هر سال 3-4 ماه تو مترو زندگی میکردم. رنت نمیدادم چون گرون بود. رنت همون خرج سینما رفتن میکردم. شب تو سابه میخوابیدم. تمام زمستون رو. سابه نامر 4. از کانی آیلند بیا برو تا تای برانکس و برگرد. برو برگرد. برو برگرد. تا صبحشو پیاده میشدم دنبال مردم تو این بیلدینگ ها میرفتم تو این درچه این آفیس ها تو این راه صورتم میشستم فلان همون نمودم بیرون میرفتم سر کار. It's a little shady. Yeah. So beat up outside, I didn't even bother going in. I'm not gonna join. Where was it? Downtown. It's all right, we really can't afford it anyway. Probably not. Not probably, we can't. Okay. You cheap today? No. I just put $5 in the slots, nothing else. That's it. I didn't put anything else in the slots, just $5, I promise. You lose? Yeah, I lost. من قمار بازم کنم. شدیداً. تو زندگی. و تو قمار. یعنی من تو وگاس خیلی زندگی کردم، خیلی بردم، خیلی هم باختم، خیلی هم دوست دارم. این لرزش باختن، اون لحظه رو من بیشتر از هر چیز در دنیا دوست دارم. و لرزش بردن of course. زیاد بازی نمی کنم پولای زیاد، ولی این پروسس خیلی دوست دارم. اینی که یه کارت دست رو نمیدونی که چی دستشه، اینی که رولت میگرده نمیدونی کجا وای میسه، این من عاشق این لحظاتی هستم که بعدش رو هیچ کس حدس نمیتونه بزنه به جز یک اتفاق فیزیکی. I'm sorry Mitch, but Brian lied to you, to us. And then he told your father some ridiculous story about money being buried under the house.
It's not buried under the house. It's in the yard. The house, the yard, the washing machine. I don't care. Whatever. How much money? A lot. None. Under our yard? Yep. No. Yes. Yes. Because راجب گرید پول در جامعه امریکاست. که اهمیت پول چقدر میتونه همه چی رو از بین ببره. خانواده، زندگی، بچه، همه چی رو. از یک داستان واقعی شنیده بودم این رو. راجب یک فامیلی که فالو کردم و اون رو ساختم. حقیقتش من وگاس رو برای این ساختم. من فیلم های وسترن امریکایی رو خیلی دوست دارم، درسم میدم، مثل جورج استیونز و هاکس و رال والش و جان فورد و همیشه دوست داشتم یه فیلم راجب لندسکیپ چیز بسازم، امریکا، نه نیویورک، اون امریکای واقعی. و تماما فیلم راجب اینه، یعنی در واقع اسمش وگاس هست ولی شما هیچ وقت وگاس نمیری. وگاس اون تهه، دور وگاسه. راجب آدم هاییست که در اینجا به دنیا آمدن، بزرگ شدن، با قمار بزرگ شدن، با باختن بزرگ شدن. در واقع هومیج من هست به فیلم های جورج استیونز. بیشترم برای این ساختم که پول مولام باخته بودم، دیگه هیچی نداشتم. یه نفره پیدا کردم که میتونست یه خود پول بذاره من فیلم بسازم. شبا میرفتم قمار، رفش تحت آدم. اگه میبردیم، فردا شروع میکردیم. اگه نه که دوباره چیز میکردیم. قمار میکردیم.映画の芸術的側面は死に耐えようとしています。今ある映画は全て娯楽映画と呼ばれるものに過ぎない。だがかつて映画が映画だった頃、我々はそれが芸術であり、そして同時に娯楽であったことを忘れてはいない。あの頃の映画をもう一度見直してみてください。バジャズベガスティゲバフトムジャポン、あの10歳ジャポンは、من در واقع سال 6-7 من ژاپن هستم، بقیهش هم امریکا. سینمای ژاپن، در ژاپن بنده درس میدم به انگلیسی، سینمای کوروساوا، سینمای موزیگوشی، سینمای اوزوسان، ایچکاوا، اوشیما، کوبایاشی، یوشیدا، شیندو، تمام آدم هایی که من میمیرم براشون. هر کدوم هم یه تخصص خاصی دارن که من اونو درس میدم. در ضمن چیز ژاپن رفتن منم خیلی تصادفی نبود. آف کورس رفتم برای فستیوال و اومدم و بعد این چیزا. یک چیز دیدم. زندگی خودمون در ایرون یه چیزی شبیه ژاپنه. بعضی فکر میکنم ما شبیه ایتالیایی هستیم. نه. حرافیمون شبیه ایتالیایی هست. شلوغ کردنمون شبیه ایتالیایی هست. نمیدونم. نه. اون درونگرایی شاعرانه که ایرون داره، خیلی من دوست دارم، اون در ژاپنه. کاتر در واقع به نوعی زندگی من بود. یه کارگردانی است که هرچی فیلم می‌سازه کسی نمیخواد و بدهکاره و مجبوره به خاطر بدهکاریش مشت بخوره تا بتونه بدهکاریش بده. ولی در این وسط هرچی که مشت میخوره، درب و داغون میشه، شبا میره خونه، شبا رو بدنش فیلمایی رو که دوست داره نشون میده، مثل دوا انرژی میگیره. فردا میاد مثلا فیلم مشت برستون رو نشون میده رو خودش. هدفش هم اینه که 100 تا فیلم دوست داره در زندگیش، میخواد هر طوری از این 100 تا رو حفظ کنه، که 100 تا فیلم است که من دوست دارم. یک جنون راجع به سینما توشه،
یعنی از مرز عشق رو میخوام نمیخوام گذشته دیگه. خیلی فیلم عجیبیه. خیلی سخته برای دیدن. جفت میکنه آدم. من دوست دارم برم با اکتورم. اونجا که باید وایسم وایسم، اونجا که باید روبروش باشم روبروش باشم. یه چیز عجیبیه پلان سکانس وقتی که جفت بشه با هم. زمان رو تو گرفته در اختیار خودت. خیلی چیز پیچیده‌ایه. مخصوصا برای بازی. تو کات هست. پلان سکانس فوق العاده است. از اول که یه کسی عرق نکرده تا آخر که کسی عرق داره، عرق از سر روش می‌ریزه. خب اینکه نمی‌تونه همینطوری کار کنی بعد فش فش آب بپوشه به صورتش. اینطوری تو کنه که من کلوز آپ اوور شولدر اینا خیلی بدم میاد. فکر کنم تو اون صد تا فیلم یه دونه فیلم باید از آقای کیارستمی باشه. فکر کنم کلوز آپ. مرسی عباس دید؟ خیلی جالب بود. سه بعد از ظهر موسی عباس من دید. امیر ها یس بذار چیزی رو بگم. تو چرا با خودت این کار میکنی آخه؟ زندگی تو ببین داری چی کار میکنی. 30 سال بیرونی، اینطوریه اینطوریه، برگرد ایرون، بیا فلان فلان. همیشه هم یبونی به هم میگفت چرا از این فیلم ها نمیسازی؟ تو یه دونه دشتی، تو چیزی باقی، این دوتا آدم با هم زندگی چیز داره، شرابی بخوری زندگی بکنی فلان. من هم تا غمگین نگاش کردم اینطوری اینا. همیشه میگفت، همیشه من نمیدونم. این فیلم کاتو دید. با دانشجوهای یک دانشگاه. موسی عباس اومد بیرون. یه گوشش اینجا بود. یه جوره فقط میگفت امیر. 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 اومد کنار من رد شد، من ندید. بعد اون خانم گلپری همش گفت که آقای کیارستمی چای بیارم براتون؟ گفت نه نه من نمیتونم اینجا بمونم. فقط قبل از که بره برگشت به من گفت که هر چی به تو گفتم منو ببخش، کار خودت بکن. و رفت. بالای آلپ 3500 متر اون بالا در شمال ایتالیا. من رفتم اونجا 3 ماه موندم با یه گروه 70-80 نفر. تموم کردم اومدم پایین. هم دیوانه شدیم خوشبختانه. فیلم که تموم شد هم حالشون خوب شد. یک خانواده است با خانواده دیگه، اینا زیر کوه زندگی میکنن که این کوه خیلی بلنده و سایه داره و اینا چون کشاورزن محصولاتشون خوب نیست، بخاطر آفتاب نمیخوره. یک روز همه میذارم میرن جز خانواده دوباره میمونه که میگه که من به خاطر گذشتم مجبورم بمونم. نمیدونم چرا فامیل من از اول اینجا این کارو کردن. وقتی فهمیدن کو این طور و فلان اینا باید میرفتن، ولی موندن و تقدیر رو پذیرفتن. من تقدیر رو نمیپذیرم. من میمونم ولی میرم بالای کو، تمام عمرشو این کو رو میکوبه، در آخر کو کنده میشه میرزه پایین و آفتاب میاد. Oh!
فیلم کو رفت ایران نمایش داده شد. خودم نبودم. یه چیزی شنیدم، یه کسی بهم گفت. خیلیا گله کرده بودن. این که شبیه بادخاکه که اینطوری. مثلا. من موقعی که بادخاک ساختم، نمایش در نیامد، اومدم بیرون، خیلی غمگین شدم. چون بادخاک تیکه جگر من بود. فیلم آخرم بود، بچه آخرم بود. در کشورم. مشکلی هم ندارم، نه با سانسور، نه با چیزی. برای بیرون نیم. همیشه دنبال این بودم، یه بار دیگه اینو بسازم. در یک اشل خیلی گنده تر، در یک اشل خیلی سخت تر و غیر ممکن تر و در یک شرایط impossible. و ساختمش. ساختمش چون که اونو هیچ وقت کسی ندید. اونو هیچ وقت کسی ندید. یه جا مدن تو فرانسه نشون دادن، یه جایزه هم بهش دادن و رفت تو خونه خوابید. خیلی غمگین شدم سر اون، به خاطر همون من کوه ساختم. کوه در واقع یک قرون وسطای آبادخاکه. ولی totally different. ولی غمگین شدم، بعضی گفتن آقا این که شب کمان من چطور فکر میکنی من نمیدونم؟ کارتایی که تو باش بازی میکنی مقدار شما خودمون نوشتیم. Give me break. یه خورده فکر کن راجبش که چیه قضیه. فکر نکن خیلی میدونی یا ما احمقیم. اگه احمق باشیم اینطوری نیست. نه این حماقت اینطوری. من اونو بخاطر اون ساختم. یه چیز راجب سینما بهتون بگم، راجب آرت. آرت مثل خرگوش. به مجردی که شما بدونید میخواین چی کار کنین، صدا خودتون در بیارین، مجیکش از دستون در میره. شما باید فقط انجام بدید. من خدا رو شکر که زیاد روش شناخته نشدم، به چهچه نشدم زیاد. زودم هم که خودم رفتم و بیشتر در جای قریب زندگی کردم و فقط فیلم هم ساختم. اونطوری که میخواستم با یک قدرت تکنیکی که در طول سالها از انگشتای من الان میاد بیرون. فرق نمیکنه یک دلار رو یا یک میلیون، من کارم رو یاد گرفتم. من فیلم نمیسازم تا ندونم چجور ادیت کنم، فیلم نمیسازم تا ندونم لوکیشنش کجاست، فیلم نمیسازم تا ندونم ساوند دیزاینش چطوره. بعد قصه برام مهمه. قصه مثل یه باد کوچیکه میاد میره، من میگیرمش. برای من فضا مهمه و این جادوی مسیری که این ایده‌های من در طول این فضا حرکت میکنه. آگاهانه نمیتونه باشه. آگاهانه در واقع اون ذات و جوهر اصلی کار دست آدم در میره. الانم که اینجا میرم سوار طیاره بشم، هر چی که اینجا دیدم میذارم تو قوطی کات. من خیلی خوبم با کات کردن. راحت میتونم زیر هر چیز بزنم. نه با نامردی. نه. که تو شولدر من نیفته. من هر سال خونم هر چیز رو دست نزده باشم میریزم بیرون. هر از یک سال. هر چی میخواد باشه. من دوست دارم که از دست بدم که چیز جدید پیدا کنم.